برای صحبت بیشتر در این باره، آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی، استاد دانشگاه، فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آقای هنرور، به نظر شما در دنیای امروز چگونه میتوان بر بی‌عدالتی ها و تبعیض ها فائق آمد و دنیای عاری از خشونت و جنگ و درگیری داشت و چرا اکنون دچار این سوء رفتارها در سطح جهان هستیم؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دستیارکاران و بینندگان و شنوندگان گرامی. من میخوام با عزتون صحبت رو با یک روایت نبوی شروع کنم که از کودکی از پدرم شنیدم، که پیامبر میفرماید که نعمتان مجهولتان لا تعرفان الا بعد فقدهما الصحت و الامان، یعنی سلامتی و امنیت دو تا نعمتی هستند که مجهول هستند، چون تنها زمانی قدرشون دونسته میشه که اونها رو انسان از دست میده. در حالی که ببینید در جهان و در روانشناسی اجتماعی به صورت یک امر پذیرفته شده است که نیازهای اولیه انسان از قبیل خوراک، پوشاک و حق مسکن به اصطلاح نیازهایی که در پایین به اصطلاح هرم مزلو قرار میگیره و تا موقعی که عذرخواهی میکنم اینها تأمین نشه، اساسا نوبت به سایر نیازهای انسان از قبیل حق تحصیل و حقوق بنیادین و اینها نمیرسه. و به خاطر همین در جهان جدید، در جهان بعد از حداقل جنگ جهانی دوم، اکثر کشورها یک رویه سوسیالی رو اتخاذ کردن که بر اساس اون به اصطلاح این نیازهای اولیه تأمین بشه، و این امری است که باید دولت‌ها و به اصطلاح سازمان‌های جهانی و NGO ها اون رو سعی کنن تأمین کنن در درجه اول. ممنونم از شما. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی، استاد دانشگاه، فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین.